صبحونه امروز املت لوبیا گوجه و این حرفا، خلاصه قیمتش هم 6.5 پوند. بچه‌ها خوش اومدین به روز سوم لندن انگلیس. امروز هوا آفتابی شد، خورشید شد. دیروز چقدر هوا بد بود و سرد، نه اصلا داشتم میترکیدم، ولی امروز هوا خیلی عالیه. می‌خوایم بریم امروز بریتیش موزیوم، یعنی موزه بریتانیا. بزن بریم. خب یه نکته جالب بهتون بگم، من همه کشورهایی که تا سفر کرده بودم ارزش پولش کمتر از یورو بود. انگلیس اولین کشوری که ارزشش بیشتره، 1.5 برابره. من چون همه هزینه‌هامون کلا با کارت پرداخت میکنم زیاد دقت نمی‌کنم به چیه. الان اومدم گفتم بذار بالاخره چنج کنم، یه جایی پول نقد احتیاج دیگه، مثلا یه کیوسک جایی می‌خرید کنین دیگه ازت کارت قبول نمی‌کنم. من 100 یورو دادم، کلا 57 یورو دست من گرفت. باورتون میشه؟ اعتنا که مستقیم بشه 57 یورو، 15% فقط سرویس گرفت. یعنی از 100 یورو 15 یورو گرفت بابت این چنج کردن. خیلی به نظرم زیاد بود، خیلی زیاد بود. باید اصلا میخواستم داشته باشم دیگه. اینجوری دیگه خلاصه. یه نکته خیلی جالب این که اکثر موزه‌ها تو انگلیس مجانیه. مگه میشه همچین چیزی؟ از یه طرف یکی از پارکاش بابت نشستن رو نیمکت پارک پول میگیره، از یه طرف موزه ها مجانیه. خیلی عجیبه نه؟ همچین چیزی تو آلمان قفله. مجانی چیزی؟ چرا تو این موزه چیزی از ایران هم هستش؟ بریم نگاه کنیم. کمک های مالی رو داریم. سقفش چقدر خوشگل درست کردن که بیرون معلومه. حالا خوب امروز هوا خیلی ابری نیست، میشه فرقش رو فهمید. وقتی هوا خوبه ابرها اینجوری مشخص میشن دیگه، اگه مثل دیروز هوا خیلی بد بود مشخص نبود. خب اینجا توضیح داره که کدوم ملیت‌ها و تمدن‌ها اینجا هستش. مصر رو داریم، سودان، یونان، آسیا، ایران، چرا نیستش؟ ژاپن فقط. آ میدل ایست، ایران 52. 52 میشه کجا؟ اینجا. ما تو بخش ساعت‌ها هستیم. الان خیلی جالبه، قدیمی‌ترین ساعت‌ها از چه سالی؟ از 1580 فکر کنم قدیمی‌ترینشه که ساعت‌های مختلف اینجا هستش. خیلی قشنگه. ساعت چند شد مگه؟ داداش اشتباه داری میزنی؟ خب از این سورپرایز که بگذریم میریم سراغ بقیه ساعت ها. چه وزنهای سنگینی داشته ساعت ها. این ساعت ها با حال من میشه اینا دوست دارم. یکی اینا بدم هم ببرم راضیم. حتی نه جا ندارم فعلا، نمیخواد. این چه خفنه، دو تا وزنه سنگینه. و چقدر عجیبه این ساعت ها. بعد ثانیه شو نگاه کنید اون بالا، این ثانیه شه. عجب جامعه عجیبیه، نکنه طرفش چه شخصیتیه. مرد و زن، مرد و زن، دست تو دست. این همه چیزی که در میام کنه متعلق به اروپا هستش. همه سراغ ایران نرفت. کمانم رو پیدا کردم اینجا، یاد سریال واکینده افتادم. عجب چیز خفنی این خوره ایش.
این قسمت که واردش میشیم جهان اسلامه اسمش، و هر چیزی که متعلق به اسلام بوده تو کشورهای مختلف، تمدنهای مختلف. ببینیم که چه چیزهایی پیدا میکنیم. اینجا رو شاه جهان و پسرش. اینجا بیشتر اینجا که فهمیدم تمدن هند رو داره میگه دیگه. سازهایی که اون دوران به وجود اومدن، ساز خودمون نی هم هست اینجا، تنبک و این قانون اگه اشتباه نکنم همه نوشته. آره این شماره 13 نشه قانون، 12 نی، 12 کدومه؟ این آخری نی. اینجا میدونه دنیا عرب، ولی لباس های یمنی اینجا که اینجا نوشته شده یمن. اینجا آسیه مرکزیه. از این بر که بریم میرسیم به ایران. یس بالاخره ایران هم اینجا دیدیم. واسه چه سالیه؟ واسه دوره قاجاری، 709-1925. لباس زناش رو نگاه کن، این چه کله خفنیه. نگاه کنید سری زناش چیه، بلنده. این 20 سانته. خب این قسمت وصل تجهیزات قهوه خوریه. یه چیز اینجا خوندم من نوشته که توتونه بدون قهوه مثل یه سلطانی اونه بدون کت. یه مصری یا سوریه اینو حرف زده، یعنی خیلی با هم ترکیب خوبی میشه. ما اکثرا چای میخوریم با مثلا قیلون و اینجور چیزا، ولی خب اینا قهوه. این کتیبا بچه خیلی جالبن که به زبان عربی سوره قرآن فکر کنم نمیشه شده، مثل این مثلا. بعد جالب اصلا بعضیشو بزرگتر نوشتن، فکر کنم تکشیری بوده هرچی بوده. این که به شکل ستونه میشه خون یه جوره ای. بسم الله الرحمن الرحیم میشه خون مثلا. نه بسم الله چی؟ رحمان آل محمد هم چیزی. و اینجا دوباره ایران و آسیای مرکزی، سمنگان تا کاشان، سال 800 تا 1250 باشه میلادی یا نه شمسی. این ظرف و ظروفی هستش که اون زمان استفاده میشده. این خیلی توشو از همه خنده دارتره. قیافه یارو نگاه کن، اون چرا اینجوری کشیدن اینو؟ شبیه یارو چیز افتادن تو پایتخت بود اون دوماده مویتوانه، شبیه مویتوانه شده. یه چیز جالبی بالا رو بخونی، الله محمد ابوبکر عمر، بعد اینجا علیو نوشته، اینجا عثمان فکر کنم. اینجا بزرگ و پیچیده است، آدم واقعا گم میشه که کجا بره. همینجا که شما میگه 1000 تا اتاق توشه و 1000 تا در دیگه. واسه همین هم آدما بازم که اینجا نگاه میکنن گیج میشن. من خود من طلا پیدا نکردم ایرانو. اینا نه که چقدر جالبن، 400 تا 450 سال قبل از میلاد، یعنی 2000 و چند نیم الان هر چی هستیم، 450 تا بی عقب‌تر میشه اون دوره که اینا استفاده میکردن. فکر کنم این فیلم فکر کنم چاغوشه. هیچ تجربه دیگه. اینا تو کشور فرانسه استفاده میشده. اینجا داره میگه که کشاورزی از خاورمیانه شروع شد رسما، از همچین جایی. بچه نقشه الان ایران دیگه اینجا، یعنی دست اینجا هم ایران بوده 9000 سال قبل از میلاد، که اینم دست ایرانی ها بوده طبیعتاً. از اینجا برای شروع شده، وارد ایران امروزی شده اینجا الان، و یواش یواش سمت اروپا رفته. از شرق و غرب کلا داره توسعه پیدا میکنه و دیگه یواش یواش میره بالا اروپای مرکزی. الان 4000 سال رفتیم جلوتر تو همین چند ثانیه. تا 6000 سال پیش تازه رسید به انگلیس، 4000 سال قبل از میلاد. خب رسیدیم به ایران، تمدن ایران خودمون. یه چیزی که مثلا خیلی جالب بود تا الان ادواتی که دارم نگاه میکنم، اینا خیلی قدیمی‌تر از اونی که بود فرانسه بهتون نشون دادم، ولی واسه ایران خیلی ترتمیزتر کار شده. نمیدونم چرا، ولی خیلی اصلا شیکتر و بهتر و کاربردتر درستش کردن.
وقتی مقایسه میکنید تازه اینا 2000 سال قبل از میلاد بوده، اونی که تو فرانسه بود 400 سال قبل بود، اصلا خیلی فرق میکرد. چیزی که مثلا سواله احساس میکنم اینا واقعا تیکای واقعیه که تخت جمشید جدا شده و رسیده اینجا. نمیدونم شاید هم درست کردن، کسی اگه میدونه مثلا تو کامنت ها بنویسه، ولی خب خیلی طبیعی به نظر میاد و اینجوری هستش که اینا واقعا کندن آوردن یه جوری رسیده اینجا. این نقشه داره وسعت قلمرو ایران تو زمان داریوش پرسپولیس ایران نشون میده. ببینید این قهوه پررنگا کلا ایران بوده. بازه این پشتم بوده چه خبره؟ و حالا میرسیم منشور کوروش بزرگ. ورژن اصلی این کتیبه اینجا نگهداری میشه. واسه من هنوز سواله که چرا این تو ایران نیست و بعد تو موزه بریتانیا باشه. نظر شما چیه؟ حالا داخل این تابوت ها دیده بین چه شکلیه؟ من فهم میکنم تر ساده باشه، نگه واسه توش هم دیزاین کردن. ندیدم، نخوندم، نشنیدم. بالاخره اومدم موزه بیرون. وای الان 4 ساعته که تو موزه‌ام، واقعا خسته شدم. هم کولم سنگین بود، خیلی انرژی گرفت، همین که خب واقعا یه روز خیلی انرژی می‌خوای که کلش رو بتونی بگیری. انقدر تمدن‌ها زیاده، تمدن پرژیا هستش، از اون ور مصر و از اون ور آسیا شرقی و از اون ور آمریکا جنوبی و واو انقدر چیز قشنگ هست که مگه اینجا زندگی کنم فکر کنم مثلا 7 8 10 باری حداقل بیام. بازم اینجا سر می‌زنه، ولی واسه امروز دیگه به نظرم کافی بود، بس بود، خیلی گشتم. ولی کلا بخوام جمع‌بندی کنم، دو تا تمدن هستن که بیشتر از همه منو سورپرایز کنه میشه. یکیش مصر و اون یکی ایران. از طرف تو این نمایشگاه مصر رو خیلی عجیب تر دیدم. مثلا چیزایی که توش بود، مومیایی که توش بود و کلا تابوت ها و کلا خیلی فرهنگ اصیل و غنی دارن اونام. خیلی خفنن. جفتش باحال بود. من هم ایران دوست داشتم، هم مصر رو. ولی خب آمریکا جنوبی هم جالب بود، آفریقا هم جالب بود. بعد همینا رفتید. امیدوارم که وقتی سمت اومدین سر بزنین. ورودی رایگان. هیچی. صفر. خب غذای منم رسید. به 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 غذای محلی انگلیسی ها بخوای قدیمی سنتی بخوای همینه دیگه، فیش اند چیپس، یعنی ماهی و سیب زمینی سرخ کرده، همین با آبجوی خود انگلیسی ها که این لندن پراید رو ازش گرفتم. گفتم دیگه یه روز کاملا انگلیسی رو بگذرونم دیگه، تو موزه انگلیسی هم که بودیم جاتون خالی. خلاصه ماهی هم که بیشتر واسه این غذا استفاده می‌کنم، ماهی کات هستش. اینجا قیمتش راست زره میتونم بهتون نشون بدم. من اینو گرفتم، تازه مدیومش کوچیکو گرفتم، ولی به نظرم خیلی سایزش بزرگه. قیمتش 13.95 فقط مدیومشه. اوه 5 یورو هم که آبجو بود، کلا شد 18 و
بگو 20 یورو دیگه. ببخشید 20 پوند. نوبتی هم باشه، نوبت چاینا تاون یا همون محله چینیا. یادتونه تو تایلند رفتم محله چینیا، خیلی باحال بود، غذای خیلی باحالی امتحان کردیم. اینجا تو لندن هم هستش دیگه، من دوستشم ببینم چی جوریه. بزن بریم. اولش که خوب شروع شد، خیلی خوشگل درست کردم. بریم جلوتر ببینیم غذای خاص و خفن مثل توی تایلند داری یا نه. چقدر رستوران زیادن اینجا پشت هم. اینجا حتی سوپرمارکت چینی هم هستش، میوه و سبزیجات. بله، هندونه چینی خوشمزه ماما. گاز چینی هم فکر کنم دارن. ببینیم توش چه خبره. خوشلوه، ولی هر چی بخوایم پیدا میشه دیگه. اینش خیلی خوبه. یه فرقی داره این محله چینی و محله چینی ها توی تایلند، اینه که اونجا خیلی خوب همه چی مدل راحت و ساده بود. اصلا نمیتونم بگم، صندلی پلاستیکی رو زمین میشستی غذا میخوردی، موش رد میشد، یه ذره کرکسیف طور بود. اینجا ولی خیلی همه چی ترتمیز و شسته رفته و رستوران و اینجوریه دیگه، فرقش اینه. ولی غذاهاشون در کل خیلی بهتره دیگه، تا اون غذای فیش اند چیپسی که من خوردم. اونو فقط واسه من خوردم که به شما نشون بدم که غذای محلی و سنتی اینجا چیه دیگه، وگرنه آخرش فکر کنم این چیزات بخورم اینجا دیگه، چون اونو بشور ببره. اینجا هم رستوران سلف سرویسشه. به به، تا الان پر جنب و جوشترین و زنده ترین محله که تو لندن دیدم همین محله چینی ها بود. خیلی شلوغ و هیجان و همه چی هست، خیلی باحاله. چینی ها همه جا رو غرق کردن لامصب. جالبه که همه رستوران هم پرن، یعنی پر جمعیت. اینجوری نیستش که بتونم بگیم نصف و نیم و اینا هستن، قشنگ پرن همه، یعنی اینکه تفرا داره غذای چینی. اینجا هم باز یه رستوران دیگه است، سلف سرویس. می‌بینی قیمتش چقدر؟ فقط 13.5. شت، من پول اون ماهی و چیزای سرخ کرده رو کلا دارم 20 یورو. بعد اینجا هر چی بخوای غذا بخور 13.5. نه به این توک توک، نه به این یکی که چقدر مدرنه، جدیده. این خیلی پیشرفته تره و حرفه ایه. این لیست قیمت هم داره اینجا. کسی یو سلف یه That's it. That's the best man. Yeah, I'll make myself. Oh, okay. But this camera is connected to the antenna, and he's have a connection with this internet connection here. Wow. So he's saying the iCloud view, you know. آقا این سیستمش هم پایونیره، خیلی خفنه. این خودش ساخته همه رو. واو. خیلی چیز خفنی بود. گیر کرد. اوه اینجا کمکش کنیم. برو آقا برو ردی، نمیخوره الان میخوره. نو دیگه اون سه تا نرخه رو نگاه کن، پیاده شدن یه کمک نکنه به این بنده خدا. عجب شیرنیایی داره، شیرنی چینی. این چیه؟ نوشته که دونات سرخ شده چینی. چه عجیب. کیک چینی تا لنده بودم که دیدم الان دیگه. رولتر رو داریم؟ اه به. این چیه دیگه؟ این خیلی خفنه. بریم من اینو امتحان کنم، ببینم چی تا الان امتحان نکردم تو زندگی. چاینیز دونات. وان پیس. For the first time. Okay. So. Enjoy some food for you. Thank you. Bye. 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 B
یه جا بریم خلوت، انقدر اینجا شلوغه که نمیشه. خب من دوناتمو گرفتم، همین الان دو تا مشتری هم جذب کردم، داشتم عکس میگرفتم، دو سه تا چینی رد شدن، گفتن کجا گرفتی؟ گفتم این بغل اولند ناکس. امتحانش کنیم چه جوریه. ببین پیراشکیه با طعم هیچی، هیچ طعمی نداره. یه ذره نون رو سرخ کردن شده پیراشکی، یه لاش حداقل کرمی بذارن، خمیری بذارن، شکلاتی بذارن، هیچی نداره، هیچی. دو رفتیم. سلام، خوشبختم، خوبی شما؟ به شما دست بودید، خوبی شما؟ نه، خواهش بکرم، داشتم واسه اولی من رو تست بکرم. هیچ گفتم با طعم هیچیه. من یه نون خالیه دیگه، هیچی نداره. عزیز اینجاست داریم لایو، خیلی خوشگل در رو ویدیوتون هست. آره دیگه، خیلی خوشگل در این افکت استفاده میکنم. خیلی جالب بود دیگه. امروز چند نفری توی این محله چینیا شناختم و کلی عکس گرفتیم، کلی ویدیو گرفتیم، خیلی باحال بود. دمتون گرم. این عشقی که شما میدین و با هیچی نمیشه عوض کرد، با هیچی هیچی، هرچقدر اینقدر باشه واسه من خیلیه. دمتون گرم.